امیر نقیبی به سالن ملاقات. باز کتککاری کردی؟ دو ما بیشتر نمونده، کاری نکن اضافه بشه. میخواستم عزیزتی بگیرم تا ببرمت خونه، باز خاطر همین دعوات موافقت نکردم. بابا تالیش خوب نیست، خیلی دلش شما تا رو ببینه. دم مردنش یاد من افتاده؟ خب کسی دیگه دلش واسه من تنگ نشده؟ چرا؟ همه میبینم اینجا صف بستن. کار دیگه نداری؟ صبر کن، صبر کن، نرو، صبر. نپرسیدی چرا سیاه پوشیدم؟ میدونم. ناراحت نیستی؟ چرا باشم؟ اون پدر تو بود. من هیچ وقت پدر نداشتم. اگه پدر داشتم روزگارم این نبود. فراموش کن، تو رو سپرد دست من. کاریه که خودش نتونست بکنه انداخت کردن تو؟ غریبه که نیستم، عموتم. با یه عمو کار درست نمیشه. خواهر تو خونه من منتظرته. یکی بدبختر از من. بدقلقی نکن، از فردا باید زندگی تازهی رو شروع کنی. بی پدر مادر عوضی. کنار مادر خاکش کردیم، وصیت خودش بود. اون دنیا هم نمیخواد راحتش بذاره. این آخری ها خیلی عوض شده بود. وصیت نکرده بقیه زناش هم ردیف بغل دستش خاک کنه. بچه چندومته؟ پنجم. به جمع بدبختای جهان خوش اومدی. بیا غذاتو بخور علی جون. تو هم بیا. برو دستاتو بشو، اگه بد شده میبخشی. هرچی باشه بهتر از غذایی که 3 سال اون تو به خوردمون میدادن. شب جمعه میای بریم سر خاک؟
اون به اندازه کافی بچه داره که سر خاکش برم. خب پدر تو هم بوده؟ کدوم پدری رو در حق من کرده؟ تا یادم میاد فقط ازش کتک خوردم، از یه همه کاری زورگو. حرمت مرده رو نگهدار. مثل اینکه اینجا فقط مرده ها حرمت دارن. فکر کردی چیکار کنی؟ میبرمش پیش خودم. شاگرد شاگرد مبل فروشی. من اونجا شاگرد نیستم، صاحبش رفیقمه. میخوام پای خودم وایسم. همین کله شقیه رو کردی که آخرش کارت به اونجا کشید. ما که بعد تو رو نمیخوایم، یه خورده به حرف بزرگترت گوش کن. من آقا بالا سر نمیخوام. فکر آبروی ما رو هم بکن. نکنه شوهرت وزیر و وکیل شده. هنوز توبه نکردی؟ چرا؟ اما قراری هر کی از را میرسی یه دستور بهم بده. برای خودت گفتم، من که دارم زندگی میکنم. زندگی؟ تو اگه راست بگی یه فکری واسه خودت بکن ماشین جوجه کشی. تو آینه نگاه کردی؟ صورتت عین پیرزنا شده. تو زندگی با اون مرد که عوضی بهتر از این نمیشه. حرف دهانتو بفهم پسر. بهتر من برم. من اینجا زیادی هم. را بیافتریم پاشو. من میرسونم اتون. از این بعد تراشو آدم کردم. امیر باش.
حالا بزن بیا انداز بودو بیا امیر خان سلام سلام واسه خودت مردی شده کریم کجاست خونه است کجا میری الان میام باشه فهمیدم چه؟ آقا داداش امیر خان اومده با کوچیکتا خوش اومدی صفا وردی با من کاری نری نه زار نوید نره سلام پسر عجب زود گذشت انگار همه دیروز بود واسه همین بود که نایمدی سراغ ما بسط جمع کن مگه نبینیم مهمون داریم واسه مهمونی نایمدن بریم پشت بوم هواش بهتره من 300,000 تومان سممون میخوام حقته بایدم بخواه اما کوپو چی کارش کردی؟ دست زیاد شده خرجم گرونه پس بالا کشیدی یا پولی دیگه اینطور حساب کن فکر کردی ببین با این که دلم نمیخواد برگردم تو اون سوراخی کاری نکو پرتت کنم با اینا نوکرتم نگفتم که نمیدم حالا ندارم این خونه زندگی هر چی دلت بخواد ورده ببر نوکرم ببین یه پیشنهاد دارم میریم کار هر چی در آوردیم تو بردار تا حسابت صاف بشه من دیگه نیستم برم پشتم بسه ببین یه BMW نشون کردم این عروس شبا بیرون پارک میکنه دزدگیرش هم میدونم کجاست یه شب که قفل کلاج نبنده کار تمامه دور من خید بکش ببین شریک بهتر از من گیرت نمیاد نگرفتی وقتی گفتم نیستم یعنی نیستم میخوام برم دنبال کار دیگه لیسانس شدی مرد حسابی کدوم کار آخرش برمیگردی پیش خودم چی به زمینی پشندی چرا نمیشینی میدونستم برمیگردی بشین از فردا صبح میتونی کارتو شروع کنی به شرطی که کارهای گذشته و کل رفیقاتو بذاری کنار هر کسی آقا نقیبی معرفی کنه رو چشم جا داره شما که برادرزادشی و جای خود داری دکون متعلق به شماست بفرما بخت معلومتیم مولا یارت گوشی شما بفرما یادی رو بگو و بساز بکاره در خدمتم آره گوشم با شماست بگو بله بله هستم یه سری کارهای جدید استیلم رو بردیم تشریف بیاریم ببینیم بله قربون شما خداحافظ خب شاگرد آقا امیر بودو داداش بودو جونم این 250 تومنی میبری بانک صادرات همین خیابون بالایی میریزی به حساب من بریز این تو شماره حساب با اسم و مشخصات کامل هم اینجا نوشتم من خودم میبرم امیر زیاد وارد نیست شما بری کی جواب مشتری رو بده من یه دو ساعتی بیرون کار دارم بپر جونم فقط مواظب موتوریا باش از روز اول دستمالشو نبند بس برای تو دل کار واسه نهار برمیگردم
رضا. بله آقا. یه دقیقه چشت به دکون باشه تا برگردم. چشم آقا. می‌خواستم پول به این حساب بذارم. بفرمایید اون باجه. شما پول می‌گیرید؟ بله. بزنین به حساب. ای بابا سلطانی. این چه طرز پول دادن آقا؟ چه بشه؟ اول باید نوبتتون بشه. دوم فیش پر کنی. سوم پولا رو مرتب بچینید. اون میوه‌ست که می‌چینن آبجی. من از شما پول نمی‌گیرم. مگه می‌تونی؟ بری پیش رئیس شعبه شکایت کنی. خودم میتونم حقمو بگیرم. بله بفرمایید. چی شد آقا؟ از این خانم بپرسین. لطفا خونسرد بشه. فیش آپارتمنت. بفرمایید سر کارت. بفرمایید. بفرمایید سر کارت. بفرمایید. متشکرم. من از فردا سر کار نمیام. چرا؟ جایی که به من اطمینان ندارن نمیتونم کار کنم. اطمینان از این بیشتر که تا رسیدی 250,000 تومان پول دادن دسته. پشت شیشه بانک دیدمت. یه خوردم به من حق بده. به علی قسم این احمد خودم. دلم میخواد همون جوری بالا بری و سربلندمون کنی. اون پدر بالا سرش بود. من واسات پدری میکنم. تو هم دل به کار بده. من یه کاری میخوام زود بتونم جلو برم. صبح و شب کار کنم اما نتیجه داشته باشه. جوونی و پر انرژی. فکرش که باشی راشو پیدا میکنی. زورشو داری قدماتو بلندتر بردار. اگه یه دفعه بپری ممکنه جای ناجور بیفتی. ممکنه کله پا بشی. آفرین. بار انداز. خیلی خوب. آها. حالا بکن تو سگک. بیشتر بیشتر دستاتو باز کن. امیر. پاشو لخشو بیار رو دوشک. کشتی دوست داره. لخشو هر ورزشی دوست داری بکن. یه خمو تبدیل کن به دو خم. خیلی خوبه. بکش بالا. بکش بالا. خوب. استاپ داداش استو مثل که خیلی عجله داری. اول باز بری نرمش بعد بیای تو ریخ. حوصله‌شو ندارم. خیلی ممنون خانم. خدافظ. خدافظ. اینطوری خوبه؟ بله خوبه. بفرم. از بابت اون روز واقعا معذرت میخوام. مهم نیست. اعصابم خیلی خط خطی بود. چی بود؟ خط Thank you.
کمک نمیخوان؟ دست شما درد نکنه. آوازه باشی اون بالا نخوره. خیلی خوب. پلره بپا. یواش قربون دستت. باید ببریمش بالا. زحمت شما میشه. راست میگی جان تو. سلام. سلام. خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون. خانم والیزاده تو بانک کار میکنن. خیلی بله میشناسمشون. مغازه متعلق به خودشونه. لطف داری شما. یه دست مبل میخوام، خوب باشه، قیمتش هم مناسب باشه. شما انتخاب کنین، به قیمتش کاری نداشته باشه. خیلی ممنون. این چطوره مادر؟ بد نیست، مدلش خود قدیمیه اما بد نیست. چنده آقا؟ قابل شما رو نداره. تعارف نکنین، قیمتشو بگین. برای مشتری ها 110,000 تومان، اما برای شما 90,000 تومان حساب میکنیم. خیلی ممنون. این سرویس نهارخوری چنده؟ این صندلی ها با میزش در میاد 85,000 تومان. اون چنده؟ بفرمایید نگاه کنین ببینین میپسندین؟ خوبه؟ بله، واقعا خوبه. مادر جون بریم، ایشاله یه روز دیگه میاد. پاشیم بریم پدر. میبخشیم. بریم. خداحافظ. خداحافظ شما. مرحمت شما زیاد آقا. قربان شما. خداحافظتون. بازم این طرف ها تشریف بیاریم. یک دو سه چهار. دیر کردی، کجا رفته بودی؟ دنبال یک کار خیر. کی سر میگیره انشالله؟ از اون خبره که فکر کردی نیست. حریف که خیلی قدره، بانکدارم هست. دو سه چهار. باز ساق منو چوب زدی؟ یادت باشه یه وقتی آگاهی چی بودم. خواهرت بفهمه خیلی خوشحال میشه. چیزی بهش نگی.
بفهمه اون شهر رو پر میکنه. چه عیبی داره؟ فعلا که هیچی جور نیست، هر موقع وقتش شد خبرش میکنی. دیر به جنبی بردنش، از کجا معلومه یکی بهتر از تو نره سراغش؟ با دست خالی که نمیشه رفت جلو. اسم تو بذاریم روش، بقیهش بیاری حق و همت خودت درست میشه. حالیمه که یه جوری میخوای دست و بالمو بند کنی، اما فکر دختر مردمم کردی؟ دلم نمیخواد واسه خاطر من بدبخت بشه. تو خودت گفتی دختره رو میخوای. گفتم خاطرشو میخوای. خاطرشو خودش چه فرقی میکنه؟ نشونیشو میدی یا برم از خودش بگیرم؟ ببینم او، من تا خوب فکرمو نکنم پا پیش نمیذارم. بعد چله من و آبجی میریم، تو هم هر غلطی دلت خواست بکن. خدا حافظ. به سلامت. خوش اومد. اوه، عجب بارونی میاد. شگون داره. همچی که موافقت کردن اونا به هم محرم بشن بارون گرفت. معلوم میشه خدا هم راضیه. خیلی مردمون خوبیان. نجیب، مهربون، اصل و نسب دار. چی گفتن؟ گفتن بیاد دست زنشو بگیره برداره ببره. یه مش بچه رو ول کردی به امان خدا رفتی که چی بشه آخه؟ اخ کنون برادرم بود، چی کار کنم؟ بزیر کم از دستش عذاب کشیدیم، حالا دارم دوباره شروع شده. شیرشو دادی؟ شیر نداشتیم، بهش قنداق دادیم. اگه کسی یه بار اشتباه کرد که نباید کشتش. یه بارش شیر افتاد. چند دفعه من اون عموی بیچار از تو چلانتری کشیدیمش بیرون، ها؟ حالا که سر به راه شده و چسبیده به کار. جاشم که عوض نکردی. اون امیری که من میشناسم درست میشون نیست. آخرش هم یه کاری دست این عمو میده. این خط، اینم نشان. چرا انقدر نفوس بد میزنی؟ من به کار دیگران کاری ندارم. تو پاتا بکش کنار زن. آبروی ما چه رفتش؟ دختر مردمم بدبخت کردین. حالا کی خوشبخته که اون یکی بدبخت شده؟ آخه نونش از کجا میاری بده؟ آدمی که آه تو بساط نداره. مگه با شاگردی در دکان میتونه زنی داره کنه؟ همه چی کار میکنن، اونم میکنه. یه خورده به از دور بیادا، برگشته سر خونه اولش. هر کی مسئول دوزخ و بهشت خودشه. آره میدونم. باش. چشم. قربونت. چه خبرته؟ چی شده؟ هر جا میرم دو تا اتاق کمتر از 10-12 هزار تومن نیست. تازه 200-300 هزار تومن هم پیش میخوام. باز فریدی پله آخر. حالا بذار بله رو بگیریم، عقد رو بکنیم، قرار عروسی رو بذاریم، اون وقت یه فکری هم واسه خونه میکنیم. زندگی مادرم یادمه. از همون موقع تصمیم گرفتم اگه زن گرفتم درست نگرش دارم، نذارم بدبختی بکشه. یادت باشه زنت هم کار میکنه. همون نون بابامو نخوردم، حالا نونخور زنم بشم؟ حرفای 100 سال پیشو میزنی. داری مسئله رو خیلی بزرگش میکنی. خودت از 3 جا حقوق میگیری، هنو کمیتت لنگه. من داماد دارم، نوه دارم، یه پسر دانشگاهی دارم.
احمد کی درسش تموم میشه؟ یه سال دیگه انشالله دکتراشو میگیره. چایی میخوری؟ آره، تا آخرش باید شیراز بمونه. میگم هم اون هم اقدس با شوهرش و بچه‌هاش بیان. فعلا که هیچی معلوم نی، نه سیغه دردی دوا کرده نه من میدونم باید چیکار کنم. فکر نکن با یه سیغه عمری معطل تو میشینه. اون روزم یه گوشه زدن، بی خودی نیست که هنوز قرار خرید و نذاشتنمون. هر طوری شده نمیذارم دستم بره. هر کاری میخوای بکن، فقط نذار شیطون تو جلدت بره. همینجاست. کیه؟ منم، داداش کریم آقا. اون کیه؟ امیر خانه، آشناس. کریم آقا؟ بله. امیر میشناسی؟ در واکن بیاد تو. دیدی گفتم بالاخره برمیگردی پیش خانم. کور خوندی، فقط اومدم پولمو بگیرم. پولت اینجاست، همون بهم بکه میگفتم. من با این کارا کاری ندارم، پولمو کی میدی؟ همه کاراشو میزون کردم، رنگ که بخوره یکی دو روزه آبش میکنم بره. کیه؟ با امیر خانم که الان اومد تو. افر امرو چقدر مهمون داریم. قولت همین بود؟ به قرآن مجید اونطور که فکر میکنی نیست. اومدم طلب ما بگیرم. اون طلب؟ همونی که سه سال حبسشو کشیدن. آبی آف، من نمیذارم دیگه پلوم تکون بخوری. درو کن. موقعیت 025 هست. مکان متروکه به نظر میاد. میریم تو. منتظر گزارش بعدی باشیم. تمام. این چکو فوراً نقد می‌کنی می‌بری بانک تجارت شعبه رودکی. زیاد دور نیست. نشونی بانک و حساب جاری و همه چیزم اینو نوشتم. باید بریزی به حساب داداشم. بودو تا شکش برنگشته. اگه تونستی تاکسی بگیر. فکر میکنی 1,000,000 تومان نقد بدن؟ زنگ میزنم به جوادی ترتیبشو برات بده. بودو جونم. سلام. سلام. بفرمایید. چک بانکی میخوای؟ نه خیر، اسکناس میخوام. فکر نمی کنم اینقدر داشته باشیم. خانم والیزاده، از صندوق براتون میارم. جواب این وصولی ما نیمه. فکر میکنم همین یکی دو روزه بیاد. یه امضای دیگه بکنیم. سلام، یه فیش نقدی بهتون بدید. بفرم. پس یکم به من بدید. چشم. بفرمایید. ببخشید اشتباه شده. اون 4 رو بکنین 9، چند تا صفرام جلوش بذارین. بفرمایید. رسید صندوق رو بدید. چشم، الان. متشکرم. بفرمایید. با این پول آدم چه کارا که میتونه بکنه؟ بفرمایید. خیلی ممنون.
آقا جوادی خدا حافظ. خدا حافظ. اول وقت چیزی نگفت؟ نه. شما چی؟ صحبتی، حرفی، بحثی باهاش نداشتی؟ نه، اصلا. قراری با شما نذاشت؟ نه. چیزی شده؟ هیچ. شده خونمو بفروشم پول شما رو میدم. پولش مهم نیست، اما شما باید قبلا به من میگفتی. باور نمیکردم. الو. الو. سلام عموجو، مهری هستم. امیر پیش توه؟ نه. مگه قرار بود بیاد پیش من؟ خب. چیکار داری؟ خواستم ببینم قرار بلگرون رو گوشین یا نه. این چیزا رو فراموش کن. چی شده عموجو؟ اون کاری که نباید بشه شده. الو. الو. سلام. سلام علیکم. سلام. سلام. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. خواهش می‌کنم چیز. فعلا اینجا باش، الان میام. چی شده؟ درست نمیدونم. یه آبیه تصادف کرد، ارزون میده، خیالت راحت باشه، واسه ما نون میده، اوراقش میکنم دیگه، مشتریش هم هست. شما جایی؟ شما؟ ببخشید.
ساعت 8 شبه. به کسی نمیگی من کجا رفتم. اپلو ننم جام نمیخوری، دواشم مرتب بهش بگیرش. بیا داداش بری. کریم بایست کریم. دیر اومده امیر خان، دارم میرم، بعد جیری دنبالم داشته. باید کار دارم رفیق. آه در بساط نرم، خودت که دیدی. پول نمیخوام، یه اتفاقی واسه هم افتاده، باید کمکم کنی. کوچیکتم جون بخوا. بیا ایشون بالا شهریان اسکارتیستی. بالا شهر که هیچی، قله قاف هم رفته باشه گیرش میارم. بی هیچ ردی نمیشه کسی رو تو این شهر پیدا کرد. قیافش جلو چشممه. بینم 10 میلیون نفره میخوای یکی یکی نگاه بکنی. تازه تو صف که ما نمیستن. ما گفتیم شما بیان یک کاری بکنی، همش که شد آیه یس. میخوایم بی خودی علاف نشم. گفتی خودش یه پا زرنگه، یکی دو سرویس کار دراش واسش جور میکنیم. از صحبت کار بیا بیرون، من خود طرف رو میخوام. انتقام شخصی حاجه. دوسته نفری رو با اون ریخت و قیافه که گفتیم میشنسه. کی بریم سراغشون؟ فردا. فقط یه شرط داره، اگه تونا بود میگی خودشه، من کارتو صاف میکنم. شلوغ کنید کلامو تو همه با. سیا آرنولد از همون بالایی هست. آرام خیلی گرد خاک میکنی. خاکی باشی بهتره. بچه پر رو ترما. شهر به پانکا. قرارمون کجا؟ همینجا. ما توی یکی از زمین آپارتمانه یه مابله میخوابیم. افتراشه آره جمعه بسید کن. باشه داره بره. بایشو بانک صادرات شعبه جمع. با خانم والیزاده کار دارم. خانم والیزاده، تلفن. مچن. الو. منم. امیر، یه اتفاقی برام افتاده. محمود خبر دادی؟ نه، فقط به تو میتونم بگم. چرا فقط به من؟ اونا حرف منو باور نمیکنن. لابد بهتر تو رو میشناسن. به خدا اینطور نیست. بذار بگم چی شده. هر چی میخوای بگی به پلیس بگو، چون دنبالت میگردن. خانم والیزاده تشریف دارن؟ نه خیر نیستم. چی شد؟ دست از پا درسته؟ دیگه با ما کاری نره. قربونه. باش مدی. چپه؟ آه. میشه یه دو سه روزی موتور تو قرض بگیرم؟ فردا صبح بیا دم چوب باری. سلام. کاظم، یه نامه بدم میتونی یه جایی ببری؟ ممنون. خواهش. خانم والیزاده چی کار داری؟ این مال شماست.
سلام. تو این دنیایی که هیچ کس منو قبول نداره، تو یکی به من اعتماد کن. بذار حقیقت رو برات بگم. روی تمام کارهای خیلی که کردی، این یک کارم بکن. امروز عصر به نشونی که زیر نامه نوشتم بیا. اگه به خاطر من نمیای، به خاطر خدا بیا. خواهش میکنم به کسی چیزی نگو. نذار کسی خبردار بشه. خواهش میکنم. التماس میکنم. آقای نقیبی، نامه رو پیدا نکردم. به نظرم برداشته. کی از بانک رفت؟ همینا. خیلی ممنون. بیا تو خونه رفیقمه. نه. مادرش خونه است. نه مادر، شما بیا مهمونمونو تعارف کن بیاد تو. خوش اومدی دخترم، بفرمایین تو. بفرمایین. خواهش میکنم بیا تو همین دم پلا، دو دقیقه حرفای منو گوش بده و برو. دوتا مسکن قوی بهم بده، دیسکم بد جوری درد گرفته. دخترم دواهای من تو سینیه، هر قرصی هم بخوای توش هست. آقا شما که بزرگترین، محض رضای خدا به این جوونا بگین دست از این کاراشون بردارن. آخه تا کی در بدری؟ تا کی ترس و لرز؟ عمرم تموم شد، یه آب خوش از گلوم پایین نه. کار از حرف زدن گذاشته. چی به شما گفت؟ ما هنوز یه کلمه حرف نزده بودیم که شما رسیدی. تو نامش چی نوشته بود؟ کدوم نامه؟ بالاخره یه جوری شما رو خبر کرده بیان اینجا. اگه تلفن نبوده خب حتما نامه بوده. یه یادداشت و هیچ مطلبی که به درد شما بخوره توش نبود. شما باید هر خبری میشد به من میگفتیم. فکر میکنم آقای جوادی این کار رو برای شما انجام میدن. نباید بفهمم پولا رو برای چی برداشته، نقشش چیه. این وسط با تنها کسی که تماس میگیره شما این. شایدم با اطلاع شما این کار کرده. مثل اینکه شما هنوز خاصیتهای پلیسیتون رو حفظ کردین. اگه میخواد رفع هر گونه شک و شبهه‌ای بشه، خواهش میکنم وقتی با شما تماس گرفت باش حرف بزنین، قرار بزنین ببینین چی میگه. منم همین کارو خواستم بکنم، شما نذاشتین. سیر تا پیاز قضیه رو به عمود بگو، خودت خلاص کن. بیا. تو بودی باور میکردی گیرم بیاره صاف میدادم دست پلیس. آخرش چی؟ اگه دزد گیر بیارم قضیه فرق میکنه. تو داری توی انبار کار دنبال سوزن میگردی. ببین کریم، تو هر جا میخوای بری برو، معطل من نشو. صحبت من نیست، حال مادرم خیلی بده، تا روبرا نشه نمیتونم جایی برم. بهانه نیار، من هستم، یه جوری بهش میرسم. تو خودت لنگت رو حواس. میرم یه چیزی واسه شام بگیرم، تا برگردم آتیش رو براش کن. باش.
بانک صادرات شعبه جمع. گوشی خانم واریزاده تلفن. بله بله متشکرم. الو سلام منه. نمیدونم از کجا شروع کنم. اول بگم تو هم به من نارو زدی. منم بگم تو خیلی بیمنظوری. چرا امو رو دنبال دوردی؟ من کسی رو نیوردم. دعوا نکن، حالم خیلی بده. به من ربطی نداره، چی کار داری؟ امشب یه جایی قرار بذار. 10 دقیقه ببینمت. امشب نمیتونم، مهمون داری. خب فردا شب توی جای عمومی باشه. میدونی که پلیس دنبالمه. ساعت 6 پارک سایی. تو رو خدا به کسی چیزی نگو. مواظب باش کسی هم تعقیبت نکنه. اینقدر سفارش نکن، کارات مثل بچه ها میمونه. شما با آقای نقیبی میگین دیگه؟ نکنه من نجاتم بده. بیا هر چقدر پول میخوایی بردار. بیا پول این کارو نکرده. باید ببریمش کلانتری. بیا
ممنون. واسه من پلیس شده. چطوری؟ بالشکام میمیره خونش میفته گردنم. یادت باشه دیگه از این فضولی ها. میکشمت بچه‌شو کن. دیر کردی تا برسیم پارتی رو جمع کردن. فرزان کجاست؟ حتما داره ماشینش رو برق میندازه. مگه ماشین خریده؟ همونی که دلش میخواست. سلام بچه. سلام. بالاخره بابات راضی کردی؟ نه، از مامان پولشو گرفتم. بابا چیزی نگفت؟ هنوز رو نکردم. دو سه روزی باید بریم دیزین. حسابی اسکی بکنیم بچه ها. آره، هر وقت تو بگی. را بیافتین، دیر شده. خب بچه شما را بیافتین، من میرم لباس عوض میکنم میام. باشه؟ باشه، بریم دیگه. زود بیاییم. بله، خدافظ. کی آزاد شدی؟ وقتی فهمیدم مادر مریضه و تنهاست ولم کرد. خیلی هم مریض، باید ببریمش دکتر. چته مادر؟ چی میخوای؟ میتونی ماشین گیر بیاری؟ بدو بدو. چیکار کنم؟ آب میخوری؟ امیر خان، دم در با شما کار دارم. موسیقی
فهمیدم پلیس خبر کردن تو پارک دستگیرت کنن. نمیخواستم من وسیله گرفتاریت بشم. هیچ رایی به عقلم نرسید جز اینکه بیام اینجا. خدا تو رو رسوند. نمیدونی تو چه مصیبتی گیر کردم. دارم میبینم سر صورتت چی شده. باید از اول شروع کنم. ماشین حاضره. تو را همه چی رو برات تعریف میکنم. پاشو کمک کن ببریمش. پاشو. بری کنار. باور نمی کردم تو زندگی اینقدر سختی کشیده باشی. از وقتی یادم میاد تو بدبختی بودم. خوشبختانه هنوز صفات خوبتو حفظ کردی. خوب بودنم فرصت میخواد. مریض شماست؟ همینجا باشه با... مربوط به مریض آغاز. طبق نظر پزشک بیمار باید فوراً بستری بشه. موافقی؟ خب بله. اتاق خصوصی میخوای یا عمومی؟ عمومی. 15,000 تومان لطف کنی به صندوق. بله. 15,000 تومان لطف کنی به صندوق. این موقع شب از کجا بیارم؟ هر چقدر داریم بدین بقیهش رو صبح بیاریم. بیا. بله. پول همراه داری؟ زیاد نیست اما صبح هر چقدر لازم باشه میتونم برات بیارم. بری کنار. لطفا بری کنار. ببخشید یه دقیقه صبر کنید. مجروح تصادف کرده؟ فامیلی شماست؟ نه محض رضای خدا آوردیمش. تشریف بیاری. چرا؟ چیز مهمی نیست. باید به چند تا سوال جواب بدیم. بفرمایید خانم. پرونده رو بدین سرپرستا فوراً بیمارتون رو بستری کنید. چشم. بیا. زود خوب میشه. خانم بفرمایید. محل تصادف کجا بوده؟ اول زرین نل. باید اطلاع بدم. گناه کردیم خواستیم یه کار خیر بکنیم. خیلی هم خوب کاری کردیم ولی خب منم وظیفه‌ای دارم. الو کلانترینو شب بخیر. یه تصادفی آوردن بیمارستان ترفه که مربوط به منطقه شماست. لطفاً به گشت اطلاع بدیم برای رسیدگی به بیمارستان مراجعه کنم. خداحافظ. اگه میتونستم شب و پیشش میموندم. کازم هست منم هستم. صبح اول وقت میام پولم میارم. ما تا کی باید اینجا معطل بشیم؟ الان پیداشون میشه. من از تو خجالت میکشم. چرا؟ هنوز زندگیمونو شروع نکرده تو رو تو بدبختیام شریک کردم. اگه شرکتی هم باشه باید تو بدبختی و خوشبختی باشه نه فقط یکیش. خوشحالم که یه انتخاب درست تو زندگیم کردم. تنها دفعه یکی اشتباه نکردم. امیدوارم برای منم همینطور باشه. تاکسی 100 تومن. خدافظ. خداحافظ. نزدیکی زور منتظرتونم. تو بسکی اضافی داری واسه من بیا. خودت چی شده؟ زیاد سرحال نیستم.
خورد خوراک هم ما میگیریم تا فردا. خدا مرگم بده، چی شده؟ هیچ معلومه از تو کجایی؟ هیچی نکن، هیچی هم نپرس، فقط یه جا بده دو سه ساعت بخوابم. یواش برو تو انباری تا یه چیزی برات بیارم. الو. سلام، حالت چطوره؟ هیچ معلوم هست چی کار میکنی؟ دیشب کجا بودی؟ در به در، همچین که تو رفتی بلا اومد. مثل این که فقط وقتی تو هستی زندگی من آروم میشه. درست حرف بزن ببینم چی شده. تمام پلیسای شهر دنبال منه. تو کار خودم موندم، نمیدونم چی کار کنم. مریض چطوره؟ زیاد تعریفی نداره، یه نفر باید دائم بالا سرش باشه. روی من سیاه. من فکر کردم که تو باش باش هرچی. الو الان بهمون میرسه. شماره ماشین به پلیس بده، کارمون زاره. این مهم نیست، میخوابونیمش تو پارکینگ دیگه. آدرس خونه رو گیر بیاره. آخ چی میشه؟ خانمو، بابا، دری، مامان، ساقی، باش. من میرم اصفهان پیش خالم. خیلی رفاقت سرت میشه. اینجا باشم کاری از دستم بر نمیاد. از اولش با هم بودیم، تا آخرش هم باید با هم باشیم. نشونیه ای که میگین خود خودشه، از اون حرومزاده های تیزه. حسابی به کاهدون زدین. با چه میدونستی؟ نمیشه یه جوری پیداش کنی باش حرف بزنی؟ هیچ نشونی ازش ندارم. تازه من نبینه بهتره، چون سایم رو با تیر میزنه. اگه پلیس رو خبر کنه چی؟ جرأتش نداره، خودش فراریه. باید این نقشه حساب شده بکشیم. شکرالله. بله آقا. از بچه ها پذیرایی کن تا من برگردم. چشم آقا. کجا میخوای بری؟ ایران با چند تا آدم وارد مشورت کنم. آقا این نامه برای شماست. از بابامه. برای اینکه یادش نره یه بچه‌م تو ایران داره، گاهی نامه میده. اگه حوصله‌تون سر رفت میتونین بخورینش بچه‌ها.
چه خبر اینقدر شلوغ کردی؟ جلوی چشمم بود. اگه یه خورده زودتر دیده بودمش، اگه بهش رسیده بودم. حالا آدرس رو پیدا کردی؟ هنوز نه، ولی هرچی دوست آشنا داشتم دنبال این کارم. از بنگاه های ماشین گرفته تا راهنمایی رانندگی تا یه ساعت دیگه نشونش رو دستمه. حال مریض چطوره؟ شکر خدا بهتره. کاظم چیکار میکنه؟ باور نمی کردم به این سن و سال مثل یه مرد رفتار میکنه. تنها حسن بدبختی اینه که آدم زود بالغ میشه. کاری نداری؟ صبح هم تموم نشده بود تو تلفن قطع کردی. من که عذرخواهی کردم. قبل از اینکه هر کاری بکنی حتما باید تو رو ببینم. نشونیشو گیر بیارم اول میام پیش تو. منتظرتم. باشه. لااقل با عمود برو دنبالش. اون پای پلیس رو میکشه وسط. اگه پسره بگه من ندوزیدم کی حرف منو باور میکنه؟ من سابقه دارم و اونم دام کلفت. تو از روبرو شدن با عمود میترسی؟ میترسیدم، اما حالا فقط از اینکه تو رو نبینم میترسم. تا وقتی رفتار درست باشه و خطا نری نباید از چیزی بترسی. یعنی تا آخر سر قولت هستی؟ من هنوز قولی ندادم. جای شک نیست این دو نفر دستشون یکیه و به احتمال زیاد با هم فرار کردن. چه حرفایی میزنین آقا؟ ما دخترمونو میشناسیم. فکر میکنین الان کجا باشه؟ چه میدونم؟ حتما پیش دوستشه که بیمارستانه. این موقع شب اونا از دیروز ما رو خام کردن. یه قرار قلابی با هم گذاشتن، بعد با خیال راحت رفتن دنبال کارشون. شب هما خانم تا دیر وقت بیرون بوده، صبح رفته بانک و تمام پسندازشو گرفته. آقا پسرم که قبلا پولا رو برداشته بوده، من و یه عده پلیس هم دنبال نخود سیاه سرگردون تو پارک. نقشه از این بهتر نمیشه. نمیفهمم این کارا رو برای چی کردن؟ ما که با عروسیشون مخالفت نکردیم. مواظب خودت باش. صبح با خبر خوش میام پیشت. خدا امیر گیرت بیارم میکشمت. فرزان با تو هم در رو در رو فرزان بیا سوار شو. فرزان بدو بدو یا پایین. شبه اینی گردن برم میام. این گردن اول با زبونت با این کوبان به دیوانی گرد با این گردن باشیم
نه اونجا میری شدو مکن با طرف دارم تو هم با اینایی؟ بگیرش ببردیش توی شفاش خونه بچه ها بکشینش تو بارتو مطمئنم خیابونش همینه اما شماره پلاکش درست یادمه شما از اون طرف بریم منم این طرف نگه داری؟ این شبیه همون ماشینی که امیر نشونشو میداد باید این دوره ها باشه عجله کن بیاین خودشه بیاین جلو